کلمات درس شماره 26 از کتاب 4000 واژه. اولین کلمه ادوایس ادوایس یعنی توصیه، نصیحت. ادوایس I don't know how to study for my exams. Can you give me some advice؟ یعنی من نمیدونم برای امتحانم چطوری درس بخونم. میتونی یکم به من توصیه کنی یا میتونی یکم نصیحتم کنی. I don't know. نمیدونم. how to study چطور درس بخونم for my exams برای امتحانم یا برای امتحاناتم can you میتونی give me به هم بدی some advice یعنی کمی نصیحت کمی توصیه بنابراین کمی advice advice به معنای توصیه یا نصیحت هستش advice کمی بعدی along along یعنی در طول در امتداد along walk along this tunnel for 10 minutes and you'll see a door on the left میگه یعنی ده دقیقه در امتداد این تونل پیاده روی کن راه برو یه در سمت چپ خواهیدید دید ببین walk along یعنی راه برو در امتداد راه برو در طول this tunnel این تونل for 10 minutes یعنی برای ده دقیقه and you'll see تو خواهی دید یه در on the left سمت چپ بنابراین کلمه along along یعنی در طول در امتداد along کلمه بعدی attention attention یعنی توجه attention his work got the attention of two of his coworkers. یعنی کار اون آقا توجه دو تا از همکاراشو جلب کرد ببین his work یعنی کار اون آقا got the attention ببین attention توجه got the attention توجه جلب کردن اوکی؟ بنابراین his work got the attention یعنی کارش توجه جلب کرد his work got the attention of two of his co-workers یعنی کار اون آقا توجه دو تا از کارش رو جلب کرد بنابراین کلمه attention attention به معنای توجه هستش attention کلمه بعدی attract attract یعنی جذب کردن attract the magnet attracted the metal یعنی آهن رو با فلز رو جذب کرد magnet میشه آهن رو با attract یعنی جذب کردن metal یعنی فلز تو عکس هم دارید میبینید دیگه بنابراین the magnet یعنی آهن رو با attracted یعنی جذب کرد the metal یعنی اون آهن رو بنابراین کلمه attract attract به معنای جذب کردن هستش attract کلمه بعدی climb climb یعنی بالا رفتن تو عکس هم دارید می‌بینید climb the girls climb to the top of the mountain یعنی دخترها به بالای کوه رفتن ببین the girls یعنی دخترها climb یعنی بالا رفتن وقتی میگه climb to the top of the mountain یعنی رفتن به بالای کوه یه بار دیگه The girls یعنی دخترها climbed climb یعنی رفتن to یعنی به top of the mountain یعنی بالای کوه یعنی دخترها به بالای کوه رفتن The girls climbed to the top of the mountain دخترها به بالای کوه رفتن بنابراین کلمه climb climb یعنی بالا رفتن climb کلمه بعدی drop drop یعنی پایین افتادن یا پایین انداختن drop A small amount of water dropped from the bottle. یعنی یه مقدار کمی آب از بطری پایین ریخت. اوکی؟ ببین a small amount. A small یعنی کوچیک. Amount یعنی مقدار. A small amount یعنی مقدار کم. A small amount of water. یعنی مقدار کمی آب dropped. یعنی ریخت پایین افتاد. اوکی؟ پایین ریخت from the bottle. یعنی از بطری. کلمه bottle. Bottle به معنی بطری هستش. من برای کلمه drop یعنی پایین انداختن یا پایین ریختن پایین افتادن drop drop کلمه بعدی final final به معنای نهایی final in the final part of the film the man and the woman got married یعنی در بخش پایانی فیلم اون مرد و اون زن ازدواج کردن ببین in the final part یعنی توی بخش پایانی توی بخش final in the final part of the film توی بخش فاینل فیلم توی بخش آخر فیلم the man and the woman یعنی اون مرد و اون زن got married یعنی ازدواج کردن got married یعنی ازدواج کردن بنابراین کلمه final final به معنای نهایی هستش final کلمه بعدی further further یعنی جلوتر دورتر further میگید escalator is further along than I thought یعنی پله برقی از اون چیزی که من فکر میکردم جلوتر بود ببین دسکولیدر یعنی اون پله برقی ایز یعنی هستش فردر یعنی جلوتر along در امتداد دن از I thought یعنی من فکر میکردم یعنی پله برقی جلوتر از اون چیزی بود که من فکر میکردم یعنی در امتداد اون چیزی که من بودم اون چیزی که من توش قرار گرفته بودم جلوتر بود ببین اینجا کلمه along یعنی اینکه هر جا که هست در همون امتداد این یعنی در امتداد اون جایی که قرار گرفته پله برقی جلوتره ببین the یعنی پله برقی is further along یعنی جلوتر جوتر دنایساد از چیزی که من فکر میکردم بنابراین پله برقی از چیزی که من فکر میکردم جلوتره بنابراین further further به معنی جلوتر یا دورتر هستش further کمه بعدی imply imply به معنای اشاره کردن به طور غیر مستقیم یا گفتن یه چیزی به طور غیر مستقیمه ایمپلای ببین می خودش چی گفته میگه تو ایمپلای something is تو سجستد it without saying it یعنی ایمپلای کردن یه چیزی یعنی اشاره کردن بهش بدونی که در موردش بگی ببین تو imply something یعنی ایمپلای کردن چیزی is تو یعنی اینکه سجستد یعنی پیشنهادش کنی ویس اوت بدون اینکه saying it این یعنی در موردش بگی یه چیزی رو بگید به طور غیر مستقیم بگید یه چیزی پیشنهاد کنید به طور غیر مستقیم ممکن بقیه بفهمن ممکن نفهمن خب حالا مثالش رو ببین the man implied that he wanted the job but he didn't say so یعنی اون آقا ایمپلای کرد که کارو میخواد شغلو میخواد یعنی به طور غیر مستقیم گفتش که اون کارو میخواد یا یعنی به طور غیر مستقیم اشاره کرد که اون شغل رو میخواد اوکی بات هی دیدن ولی همچین حرف می نزد من از اینکه به طور مستقیم این رو نگفت حالا ممکنه بقیه بفهمن ممکنه بقیه نفهمن یه بار دیگه the man یعنی اون آقا implied that یعنی به طور غیر مستقیم گفتش که به طور غیر مستقیم اشاره کرد که he wanted the job یعنی اون شغل رو میخواد but ولی he دیدن say so یعنی همچین چیزی نگفت بنابراین کلمه imply imply یعنی چیزی رو پیشنهاد کردن یا چیزی رو گفتن یا اشاره کردن به طور غیر مستقیم ممکنه بقیه بفهمن ممکنه نفهمن imply imply کمی بعدی maintain maintain حفظ کردن نگه داشتن maintain خب میگه the balls maintain constant movement یعنی توپ ها سرعت ثابتشون رو حفظ کردن ببین the balls یعنی توپ ها maintain یعنی حفظ کردن constant movement یعنی سرعت ثابتشونه constant یعنی ثابت movement یعنی حرکت حرکت ثابتشونه حفظ کردن یا یعنی همون سرعت ثابتشونه حفظ کردن maintain maintain حفظ کردن نگه داشتن maintain کلمه بعدی neither neither خب این کلمه neither معمولا با قالب neither something or something else میاد یعنی نه این نه اون یکی اوکی؟ okay? معمولا اینجوریه که میگن نیدر یه چیزی nor, یه چیز دیگه یعنی نه این نه اون اوکی خب ببین خودشی گفته میگه یو یوز یعنی شما از نیدر استفاده میکنید تو کنکت که وصل کنید تو نگاتیو یعنی دو تا عبارت منفی رو یعنی برای وصل کردن دو تا عبارت منفی از نیدر استفاده میکنید خب حالا مثالش نیدر دی پاس آن دی لفت نور دی پاس آن دی رایت will lead us home میگه نه مسیر سمت چپی نه مسیر سمت راستی ما رو به خونه نمیرسونه ببین neither the path on the left یعنی نه, پ... نه مسیر سمت چپی کلمه پس یعنی مسیر دیگه left هم یعنی چپ بنابراین neither the path on the left نه مسیر سمت چپی nor the path on the right نه مسیر سمت راستی اوکی okay? will lead us home یعنی ما رو به خونه لید نمیکنه ما رو به خونه هدایت نخواهد کرد ما رو به خونه نخواهد رسوند بنابراین کلمه neither که با قالب neither something or nor something else یعنی نه این نه خب کلمه بعدی otherwise otherwise یعنی در غیر این صورت وگر نه otherwise میگه it's good to stay active otherwise you'll gain weight میگه خوبه که اکتیو بمونیم در غیر این صورت چاق میشی ببین it's good یعنی خوبه it's good to خوبه که استی اکتیو اکتیو بمونیم اوکی استی یعنی مودن اکتیو یعنی اکتیو یا فعال دیگه خوبه که فعال بمونیم otherwise در غیر این صورت وگرنه you'll gain weight شما چاق میشی یعنی وزن به دست میاری you'll gain weight من این کلمه otherwise otherwise این یعنی در غیر این صورت وگرنه otherwise کلمه بعدی physical physical به معنی فیزیکی یا بدنی هستش physical میگه از is good for your physical health yani دو دوچرخه سواری برای سلامت بدنی شما خوبه ببین biking یعنی دو دوچرخه سواری is good یعنی خوب از for برای your physical health یعنی yani سلامت فیزیکی شما سلامت بدنی شما بنابراین کلمه physical physical به معنای فیزیکی یا بدنی هستش physical کلمه بعدی prove prove یعنی ثابت کردن prove my teacher proved the answer on the board یعنی معلم من جواب رو روی تخته ثابت کرد my teacher معلم من proved ثابت کرد the answer اون جواب رو on the board روی تخته بنابراین کلمه prove prove به معنی ثابت کردن هستش prove کلمه بعدی react react به معنی واکنش نشون دادن react James reacted badly to the news یعنی جیمز واکنش بدی به خبرها نشون داد James reacted جیمز واکنش نشون داد بدلی یعنی خیلی بد جور تو the news یعنی به خبرها بنابراین کلمه را. react react یعنی واکنش نشون دادن react کلمه بعدی ride ride یعنی روندن یا سوار چیزی شدن ride i will ride a roller coaster for the first time today میگه برای اولین بار امروز سوار رو کوستر خواهم شد خب رولر کوستر ترن هوایی دیگه تو عکس دارید می‌بینید آی وی راید رولر یعنی من سوار رولر کوستر خواهم شد for the first time برای اولین بار today امروز بنابراین کمی راید راید یعنی روندن یا سوار چیزی شدن کمی بعدی situated situated یعنی قرار گرفته situated The whiteboard is situated between the two men یعنی yani بورد یا تخت سفید چیزی که تو عکس میبینید بین اون دو مرد قرار گرفته ببین the whiteboard یعنی همون بورد یا تخت سفید is situated یعنی قرار گرفته است between بین the two men اون دو تا مرد بنابراین کلمه situated situated یعنی قرار گرفته کلمه بعدی society society یعنی جامعه اوکی okay? society میگه سوسایتی اکسپکتس پیپل تو بی گود اند آنست میگه جامعه انتظار داره که مردم خوب و صادق باشن ببین سوسایتی یعنی جامعه اکسپکتس یعنی انتظار داره پیپل مردم تو بی گود که خوب باشن اند آنست و صادق اوکی بنابراین کلمه سوسایتی سوسایتی یعنی جامعه سوسایتی کلمه بعدی استاندارد استاندارد یعنی استاندارد دیگه استاندارد This older model TV is below our stores standards یعنی این مدل قدیمی تلویزیون زیر استاندارد فروشگاه ماست ببین This older model TV این مدل قدیمی تر تلویزیون older یعنی قدیمی تر دیگه This older model TV این مدل قدیمی تر تلویزیون is below یعنی پایین تر از our stores standards یعنی فروش استاندارد فروشگاه ما یعنی این مدل قدیمی تر تلویزیون پایین تر از استاندارد فروشگاه ماست بنابراین کلمه استاندارد استاندارد یعنی استاندارد کلمه بیلو هم به معنای زیر هستش یا پایین بیلو بیلو کلمه آخر هم کلمه سجست. سجست یعنی پیشنهاد دادن هستش یا پیشنهاد کردن سجست میگه هی suggested that وی go تو سی باس یعنی اون آقا پیشنهاد کرد که بریم رئیسش رو ببینیم ببین هی یعنی اون آقا suggested that پیشنهاد کرد که we go ما بریم to see his boss رو ببینیم بنابراین کلمه suggest suggest یعنی پیشنهاد دادن یا پیشنهاد کردن هستش اوکی دوستان این پایان کلمات درس شماره 26 از کتاب 4000 واژه بود امیدوارم که دوستش داشته باشید بچه‌ها بچه‌ها اگه نکته جدیدی یاد گرفتید و درس دوست داشتید حتما حتما لایک کنید و اگه نظری دارید حتما کامنت بذارید من به همه ای کامنت پاسخ میدم این بالا الان عکس من میاد روی تصویر من کلیک کنید گزینه سابسکرایب یا مشترک شدن داره که قرمز زنگ رو کلیک کنید عضو کانال ما میشید و توی کانال ما یه زنگوله هم هست اون زنگوله کلیک کنید کمک میکنه بلافاصله فاصله بعد اینکه ما ویدیو منتشر کردیم برای شما فرستاده بشه بازم مرسی که تا این لحظه ما بودید ممنون از شما روزتون بخیر خدا نگهدار